سلام به برنامه پانوراما با من آناهیتا خلطبری خوش آمدید همونطور که میدونید پانوراما برنامه است که نگاهی داره گسترده به سراسر خبرهای جهان از گوش و کنار جهان خصوصا کشور عزیزمون ایران و همچنین خبرهای هنری اجتماعی سیاسی اقتصادی هر آنچه که فکرشو بکنید رو برای شما در این برنامه خواهیم داشت آغاز میکنیم با خبر داغ روز همزمان با مراسم یادبود حملات هفتم اکتبر نتانیاهو قول داد که به جنگ ادامه بده بله همزمان با سالگرد هفته اکتبر و حملاتش اسرائیل و حزب الله لبنان درگیری ها تشدید شده و ارتش اسرائیل میگه که در کمتر از یک ساعت به 120 هدف در لبنان حمله کرده و حزب الله هم بیش از 100 موشک به اسرائیل شلیک کرده. رئیس جمهور آمریکا هم میگه که در سال گذشته غیر نظامیان بسیار زیادی از این وقایع رنج بردن. او گفته که از تلاش برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه و بازگرداندن گروگانها ها دست نمیکشه. نخست وزیر بریتانیا هم گفت که حالا همه طرف ها باید از لبه پر فاصله بگیرند میریم و نگاه میکنیم به خبری دیگر از CNN که شبکه سی CNN به نقل از مقامهای دولت آمریکا گزارش داده که کاخ سفید در حال حاضر به دنبال برقراری آتش بس بین اسرائیل و حزب الله لبنان نیست و طرحی در این زمینه در دست نداره ارتش اسرائیل تا شامگاه دوشنبه حدود 190 پرتابه حزب الله وارد آسمان اسرائیل شد اینطور که ارتش اسرائیل گفته ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که تا ساعت 23 روز دوشنبه حدود 190 پرتابه حزب الله رو از لبنان شلیک و وارد آسمان اسرائیل کردند در این بیانیه آمده که ارتش اسرائیل در دفاع از کشور اسرائیل و ساکنان آن و عملیات خودش علیه تهدید سازمان تروریستی حزب الله ادامه خواهد داد در همین رابطه میریم و نگاهی میکنیم به پیام آقای نتانیاهو در سالگرد هفتم اکتبر که ایشون گفته که تا ما به اهدافمون نرسیم به جنگ ادامه خواهیم داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه روز دوشنبه در نطخی تلویزیونی به مناسبت سالگرد هفتم اکتبر گفته که ما به مبارزه ادامه خواهیم داد و با اتحاد پیروز خواهیم شد او گفته که اسرائیل در حال دستیابی به اهدافی هستش که در جنگ ترسیم کرده و این اهداف شامل سرنگونی حکومت حماس، بازگرداندن همه گروگان ها به خانه چه زنده و چه جان باخته میشه. نخست وزیر اسرائیل همچنین افسود تا زمانی که این اهداف به طور کامل به وقوع نپیونده هر تهدید احتمالی آینده از سمت غزه از بین نره و ساکنان جنوب و شمال اسرائیل به خانه هاشون باز نگردند متوقف نخواهیم شد. بنیامین نتانیاهو همچنین گفته که پیام خیلی زیادی از سربازان از سربازان از مجروحان و خانواده های داغدار اسرائیلی دریافت کرده که نباید جنگ رو زودتر از وقتش متوقف بکنیم او همچنین گفته برای نسل هفتم اکتبر نمادی از مسمم و قوی بودن اسرائیل خواهد ماند و همچنین میریم سری میزنیم به فاکس نیوز و خبرهای بسیار مهمی که در رابطه با هریکین این طوفان بزرگ که در فلوریدا هستش برای شما داریم مانستر ستورم کنتینیوز تو سترنگفن بله این طوفان بزرگ میلتون همچنان در حال شدت گرفتن category 5 به category 5 رسیده و این هریکین میلتون باعث میشه که خسارات بسیار زیادی وارد بشه و در حال حاضر هم که میدونید در فلوریدا گفتن که اختاری ها و ورنینگ ها همچنان ادامه پیدا کرده mandatory evacuations بله اجباری باید همه اون ناحیه رو ترک بکنن در قسمت وست کوست در فلوریدا بله در ساحل غربی فلوریدا میلیون ها تن از کسانی که در اون ناحیه اقامت دارن دارن آماده میشن که خدای نکرده با یک چنین خساراتی مواجه نشن که در اصل بیتونه جان خودشون رو در خطر بندازه همطوری گفتم اسمش از هریکین میلتون که همچنان در حال گسترده شدن هست و قوی تر شدن روی آبهای گرم گاف مکسیکو و به کتگوری بسیار پر قدرت پنج رسیده با بادهایی که حدود 180 مایل در ساعت هستند در همین رابطه میریم و نگاه میکنیم به خبر دیگری در فاکس نیوز که بسیار جنجال آفرین هست و در رابطه با خانم کمالا هریس بود که ایشون در رابطه با خانم در اصفت بگم جان پیر وقتی که وایت هاوس بریفینگ میدونی که بریفینگ رخ میده در کاخ سفید و سخنگوی کاخ سفید در حال صحبت هست اتفاق بسیار داغی میفته و اونم این هستش که میدونید یکی از خبرنگارانی که همیشه باید بگیم جنجال آفرین هست آقای دوسی موقعی که خانم کارین جان پیر داشته صحبت میکرده در رابطه با هریکین آقای دوسی میاد و تمام صحبت رو معطوف میکنه به اینکه پس چطور آمریکا در یک همچین زمانی داره کمک میکنه به لبنان و این باعث میشه که همچنان باعث میشه که این صحبت بالا بگیره جنجالی بشه بحث آفرین بشه و خانم کارین ژان مجبور میشه که اون محل رو ترک بکنه از جنجال برای شما میگذریم و میریم و سری میزنیم به خبرهای دیگر در رابطه با کمالا هریس که خانم کمالا هریس در یادبود هفته اکتبر سخنرانی میکنه و یادبود رو ایراده سخنرانی میکنن در این جمع و میگه که همچنین آقای بایدن هم البته ایشون سخنرانی نکرده بوده میگن که با همه این چنین حملات رو محکوم میکنیم हाँ تمام پالیتیشن ها و سیاست مدار ها از هر طرفی که بگید در چنین روزی آمدند برای سالگرد این حملات سخنرانی کردن خانم کمالا هریس گفته که این در گفته never lose sight of the dream of peace, dignity and security for all گفته که هیچ وقت امید رو از دست ندید و بعد بگیم که بیرون از اون محله که ایشون زندگی میکنه خانم هریس همراه با شوهر خودشون آمد و در مورد اون 1200 نفر صحبت کرده که 46 نفرشون آمریکایی بودن که جان خودشون رو سال گذشته از دست دادن خانم کامالا هریس میاد و در رابطه با یک خواننده صحبت میکنه که از میزوری بوده که ایشون هم موقعی که داشته سعی میکرده که بچه خودش رو پروتکت بکنه از شلیک گلوله ایشون هم جان خودش رو از دست میده و یکی دیگر از رقصنده هایی که در اونجا حضور داشته که از کالیفرنیا بوده که جان خودش رو از دست میده در اون میوزیک فستیوال به اسم نووا میوزیک فستیوال آقای بایدن هم نگاه میکنیم که در فیلم میبینیم که آقای بایدن هم شم روشن کرده بود البته ایشون قبلش صحبت ها کرده بوده در مورد این یاد بود و شم روشن میکنه و در این رابطه یادبودهای مختلفی داشتیم آقای بایدن هم همراه با خانم خودشون جیل بایدن بودن و با ربای ارن الکساندر که ایشون هم یک دعای رو دعای کوتاهی داشتند و همطور که گفتم آقای بایدن در اونجا صحبت نکرده ولی قبلا یک ستیتمنتی داده گفته که the, for the, the گفته که این در از بعد از هالوکاست که از خونبارترین مرگبارترین واقعه ها بوده برای این مردم و گفته که ما چنین هم لاتی رو محکوم میکنیم. گفته که the vicious surge in anti semitism in America همه اینها محکوم خواهد شد. <applause> برنامه پانوراما رو ادامه میدیم هیچ هیتا خلطبری هستم امیدوارم که تا این لحظه مورد قبول و پسند شما قرار گرفته باشه همونطور که گفتم پانوراما در برگیرنده خبرهای مختلف از مطبوعات مختلف در سراسر سر جهانه جهان و همچنین خصوصا در رابطه با کشور عزیزمان ایران خبرهای هنری هم برای شما خواهیم داشت همچنین اجتماعی اما در اینجا میریم و نگاهی میکنیم به کشور خودمان دوباره و میگیم که چه اتفاقاتی در رابطه با FATF افتاد اف اف داده. یک عضو مجمع تشخیص مسلحت میگه که دولت نامه درباره FATF ارسال نکرده بله یک عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام میگه دولت مسعود پزشکیان هنوز نامه ای در این باره برای گروه اقدام ویژه مالی به این مجمع ارسال نکرده آقای میرسلیم روز دوشنبه اومده در یک گفتگو در مورد احتمال تصویب FATF در مجموع گفته هیچ جلسه ای از دو سال گذشته به این طرف نداشتیم که در این بار صحبتی بشه چون اول دولت باید بیاید و استدلال های خودش را بگوید بعد از آن ما تصمیم گیری خواهیم کرد این اظهارات در حالی مطرح میشه که آقای قائم پنا معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری روز 11 مهر گفته بود که دولت مسعود پزشکیان نامه درخواست بررسی مجدد پرونده جالی FATF رو به مجمع تشخیص مسلحت فرستاده همچنین مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در نخستین نشست خبری خودش گفته بود که برای به جریان افتادن دوباره پرونده حتما به مجمع تشخیص مسلحت نظام نامه خواهد نوشت قبل از این هم آقای پزشکیان گفته بود که چاره ای جز حل این موضوع نداریم باید حتما حلش بکنیم گفته بود اگه بتونیم FATF و برجام رو حل بکنیم و روابطمون رو با دنیا اصلاح بکنیم میتونیم به اهداف چشمنداز و به بقیه برسیم همچنین قربان علی نجف آبادی یک عضو دیگه مجمع تشخیص مسئله نظام هم درباره نامه مسعود پزشکیان به این مجمع درباره بررسی مجدد FATF اظهار بی اطلاعی کرده و ما در اینجا میریم و نگاهی میکنیم به یک خبر هنری اما قمنگیز بله نگاهی میکنیم به خانم سیسی هیوستن که در از دو بار ایشون گرامی وینینگ بوده و یک گاسپل آرتیست بوده خاننده بوده که با اریتا فرانکلین میخونده با الویس پریسلی و بسیاری از ستارگان شناخته شده دیگه و مادر خانم ویتنی هیستون ایشون معنی مادر خانم ویتنی هیستون سی سی در 91 سالگی درگذشت همه جا از ایشون صحبت هست میدونید که خانم ویتنی هیستون هم چندین سال پیش درگذشت و خانم سی سی هیستون روز دوشنبه صبح در خانه خودش در نیوجرسی درگذشت ایشون در مراقبت در هاسپیس بود هاسپیس کر بود به خاطر اینکه ایشون دچار بیماری الزایمر شده بود و باید بگیم که پت هیوستن آمده به اسوشیدت پرس گفته که ایشون در زمان مرگ خودش با همه خانواده خودش یعنی همه در کنارش بودن و تنها از دنیا نره گفته که Our hearts are filled with pain and sadness. قلب ما همه پر از درد و غم هستش و میگه که ما میتریارک خانواده رو از دست دادیم و خبر جنجالی در رابطه با کمالا هریس و آقای دسانتس آقای دسانتس گویا ایشون جواب تلفن خانم کمالا هریس رو نداده بوده در رابطه با همین هریکین و داستان های فلوریدا و این خودش جنجال آفرین شده که باید ببینیم که ایشون خانم هریس چه جوابی در این رابطه خواهد داشت برنامه پانوراما رو پی میگیریم و خبرهای مختلفی برای شما همچنان خواهیم داشت سری میزنیم به بریتانیا بریتانیا گفته میشه که از نظر شمار مهاجران غیرقانونی در صدر کشورهای اروپایی قرار داره بله این خبر هم بسیار جالب هست نتایج یک پژوهش جدید که با هدایت پژوهشگران دانشگاه آکسفورد برگزار شده و دوشنبه منتشر شده 16 مهر میگه که بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیر قانونی در میان کشورهای اروپایی است همطور که میدونید در آمریکا که ما داریم زندگی میکنیم صحبت از ایمیگریشن هست و یکی از موضوعات داغ برای انتخابات همین ایمیگریشن هستش و اینکه چقدر تعداد اشخاص غیر قانونی که دارن وارد بوردر میشن هست حالا سری میزنیم در همین رابطه به بریتانیا بر اساس این مطالعه که به رهبری پژوهشگران دانشگاه آکسفورد انجام شده همکنون جمعیتی بین 594 هزار تا 745 هزار مهاجر غیرقانونی در بریتانیا زندگی می کنند که معادل حدود یک درصد از جمعیت بریتانیا است. بر اساس نتایج این پژوهش آلمان با 700 هزار مهاجر غیرقانونی رتبه دوم رو در این رده بندی در میان کشورهای اروپایی به خودش اختصاص داده اسپانیا با 469 هزار ایتالیا با 458 هزار و فرانسه با 300 هزار مهاجر غیرقانونی در رده های بعدی قرار دارن وزارت کشور بریتانیا آمده اعلام کرده که تنها شنبه 14 مهر 973 نفر سوار بر 17 قایق خودشون رو به صورت غیرقانونی از طریق کانال به بریتانیا رسوندند که این عدد در سال 2024 در اصل میشه گفت که بیسابقه سابقه بوده از ابتدای سال جاری میلادی 26612 مهاجر غیرقانونی با عبور از کانال وارد خاک بریتانیا شدند این عدد در مقایسه با سال پیش از آن رشدی 5 درصدی رو نشون میده مقام های فرانسوی هم اومدن خبر دادند که دو نفر هم روز شنبه در تلاش برای عبور از این کانال و رسیدن به بریتانیا متاسفانه جان خودشون رو از دست دادند یکی از قربانیان یک کودک دو ساله بوده که بر اساس این گزارش ها در قایق زیر دست و پا له شده هشت مهاجر غیرقانونی هم روز 25 شهریور بعد از واژگون شدن قایق حامل اونها در کانال جان خودشون رو از دست دادن بله نگاهی میکنیم به همین گزارش در رابطه با روزنامه ی تلگراف که گفته از حدود 745 هزار مهاجر غیرقانونی ساکن بریتانیا تعدادی پس از پایان اعتبار ویزا یا رد شدن درخواست پناهندگیشون در این کشور باقی موندند و برخی دیگر هم با عبور از این کانال وارد بریتانیا شدند برای شما یک خبر علمی داریم و از دو, دو تا از دانشمندان برای شما خبر داریم که برنده جایزه نوبل پزشکی 2024 شدند. بله ویکتور امبروز و گری دانشمندان آمریکایی برنده نوبل پزشکی سال 2024 شدند این جایزه به دلیل کار و پژوهش این دوتا دانشمند بر مایکرو آر این ای و چگونگی عملکرد ژن در ایجاد بافت های مختلف بدن به اونها تعلق گرفته برندگان جایزه نوبل پزشکی رو کمیته نوبل در انستیتوی سوئد انتخاب کردن این کمیته درباره برندگان امسال اومده گفته که اونها یک اصل کاملا جدید در تنظیم عملکرد ژنها رو کشف کردند که برای موجودات چند سلولی از جمله انسان حیاتی هست اکنون مشخص شده که جنوب انسان حاوی رمز تولید بیش از هزار مایکرو آر ای هستش و ارزش مادی این جایزه رو بهش بپردازیم 11 میلیون کرون سوئد حدود یک میلیون و شست هزار دلار هستش که مسلما بین این دو نفر تقسیم خواهد شد. و اما در رابطه با دانشمندان و خبرهایی از این قبیل هم بعد در مورد ویروس HIV برای شما بگیم دانشمندان میگن که میتونن ویروس HIV رو از سلول های آلوده جدا بکنند بله میگن موفق شدن دانشمندان که این ویروس رو از سلول های آلوده پاک بکنن و اونها بر این کار از تکنولوژی ویرایش ژن که برنده جایزه نوبل شده استفاده کردن این تکنولوژی مثل قیچی اما در ابعاد بسیار ظریف مولکولی کار میکنه که میتونه زنجیره دی ای رو ببره و بخش خرابی که به این زنجیره چسبیده رو جدا و یا غیر فعال بکنه و اما میریم و نگاه میکنیم به خبر دیگری در رابطه با ایران معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه گفته که حال آقای اسماعیل قانی فرمانده این نیرو خوبه به گزارش خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه پاسداران آقای مسجدی گفته که بسیاری از ما میپرسند که سردار قانی چه شد ایشون در صحت و سلامت کامل هستند و مشغول فعالیت و میدونید که همه جا شایعات بوده در مورد سلامتی و یا غیبت یک مقام ارشد حکومتی که منتشر شده بوده و اون فرد با انتشار یک کلیپ با حضور زنده تلویزیونی گفتن که خلاف شایعات رو میتونه ثابت بکنه اما آقای مسجدی گفته برخی میگن که اگر او خوب و زنده است پس بیانه بده بیانیه بده و ما در جواب میگیم چرا بیانیه نیازی نیست چنین اقدامی بشه این در حالی است که روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که آقای اسماعیل غانی به اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی پیام داده میریم و نگاه میکنیم به خبری جنجالی از ای پی نیوز در رابطه با مکسیکو بله شهردار یکی از باید بگیم ستیت کپیتال مکسیک بعد از یک هفته بعد از اینکه ایشون اومده و شهردار شده کشته شد که این هم یکی از خبرهای جنجالیه از مکسیکو سیتی آقای الهندرو روز دوشنبه پیش در اسب به عنوان شهردار شناخته میشه قسم میکنه ولی این شهر گفته میشه که انقدر درش خشونت هست و مخصوصا گنگ ها برای مواد مخدر در اونجا انقدر زیاد هستن و باید بگیم که دموستریشن و تظاهرات خیلی زیادی هم اونجا بوده گفته میشه که باعث میشه که همچین اتفاقاتی رخ بده و میریم و نگاه میکنیم به یک خبر هنری اما همونطور که برای شما بعضی وقتا میگم از نوع جنایی بله یکی از هنرمندان و ستارگان بسیار جنجالی آقای شان دیدی کومز که الان سخت دارن در موردش اتهامات زیادی رو به دادگاه میدن که ایشون دختر خودش رو ازش فیلم هست که کتک زده بوده و خیلی آمده بودن گفته بودن که سیکشول هرسمنت انجام داده و کلی سیکس ترافیکینگ و اتهامات دیگری از جمله رکتیرینگ کانسپیرسی و کلیه این نوع اتهامات به ایشون وارد شده مادر ایشون اومده صحبت کرده بله خانم جنس کومز اومده گفته که من اصلا نمیتونم باور بکنم که چنین اتهاماتی درست باشه و میدونید که این آقای دیدی الان تحت کاستدی و در فدرال هستش در زندان و گفته میشه که منتظر محاکمه هست اما در قسمت بعد بگیم دیسترکت نیویورک مادر ایشون مسلما بسیار ناراحته و میگه که I come to you today as a mother that is devastated and profoundly saddened by the allegations made against my son. گفته که به عنوان یک مادر من امروز به شما دارم این رو میگم که من قلبم واقعا شکسته است و اندوستیتد هستم و خیلی غم در من هستش که یک چنین اتهاماتی علیه پسر من داره شنیده میشه و میگه که من برام خیلی واقعا قلبم میشکنه وقتی که ببینم که پسر من رو چگونه دارن در از جاج میکنن و حقیقت بعدا مشخص خواهد شد این هم یکی از خبرهای هنری اما همونطور که برای شما گفتم قمنگیز و دردناک چرا که ایشون متهم هست به کلی از سیکشو الیگیشنز و ما آخرین خبر رو برای شما باز هم داریم هر دفعه که میگم آخرین خبر میدونم که خبرهای زیادی اضافه میشه میریم و نگاه میکنیم به دنیای بنز جهان خودرو و اتومبیل ها و سوپرکار بنز رکورد خودش رو اومده و بهتر کرده این هفته در جهان خودرو رکورد جدید برای سوپرکار مرسدس بنز که هیدروژنی هستش باید بگیم که تولید 100 میلیون دستگاه و غیره ازش داره صحبت میشه این رکورد در جهنم سبز دارن ازش یاد میکنن AMG زیر مجموعی ماشین های سپورت مرسدس بنز با سوپرکار خودش به اسم وان رکورد تازه رو ثبت میکنه میدونید که سوپرکار AMG مسیر حدود 21 کیلومتری رو در 6 دقیقه و 29 ثانیه و 9 ثانیه طی کرده AMG ای با این رکورد سریع ترین ماشین تولید هستش و رکورد در این در کاتگوری که دارم برای شما میگم و این هم برای خودش الان بسیار جنجالی هست مهندسان AMG میگن تغییری در ماشین ندادن فقط شرایط برای رکوردگیری مناسب تر بوده در رکوردگیری قبلی بخش هایی از این به خاطر بارندگی خیس شده بوده بله در هفته آینده باز هم خبرهای بنز و خودروهای بسیار جالب و جدید دیگر رو برای شما خواهیم داشت برنامه رو در اینجا به پایان میرسونیم تا برنامه بعدی پانوراما خدا نگهدار.